بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مجلس عراق روز چهارشنبه به قانون تعطیلات رسمی این کشور رأی داد که بر اساس آن عید قدیر خمینی به تعطیلات رسمی عراقی‌ها اضافه شد. قانون جدید تعطیلات رسمی عراق شامل اول محرم به عنوان آغاز سال جدید هجری قمری، دهم محرم به عنوان روز عاشورا، دوازدهم ربیع الاول به عنوان سال روز ولادت پیامبر اکرم به روایت اهل تسنن، اول تا سوم شوال به عنوان عید سعید فطر، دهم تا سیزدهم ذی‌حجه به عنوان عید سعید قربان و هجدهم ذی‌حجه به عنوان عید سعید قدیر خم می شود. بنابراین قانون، دیوانهای وقف شیعی و سنی عراق با صدور بیانیه و ارسال آن به دفتر نخست وزیر این کشور، نخستین روز عید سعید فطر و قربان را مشخص می کنند و در صورت اختلاف نظر آنها در این زمینه از نخستین روز تعیین شده از سوی یکی از دو دیوان تا آخرین روز تعیین شده از سوی دیوان دیگر تعطیل رسمی خواهد بود. شماری از ساکنان شهرستان جاغوری غزنه که از شیعیان هزاره هستند میگویند که آمر امر به معروف و نهی از منکر طالبان دست کم 50 دست فروش هزاره را از بازار سنگ ماشه اخراج کرده و بازار را به پشتونهای غزنه و زابل دادند. آنان همچنین میگویند که از مداخلات گسترده و آزار و اذیت محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان به سطوح آمدند. شیعیان یاد شده تأکید می‌ورزند که این اداره طالبان محدودیت‌های سختگیرانه زیادی بر زندگی شخصی و جمعی مردم وضع کردند. برنامه جهانی غذا نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب‌های شدید در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده است. به گفته این سازمان، افزایش سیلاب‌های شدت گرسنگی در مناطق سیلاب زده افغانستان را افزایش خواهد داد. این برنامه وابسته به سازمان ملل همچنان گفته است که در سیلاب‌های دو هفته اخیر در استان شمال غربی و شمال شرقی افغانستان 80,000 نفر تحت تأثیر قرار گرفتند. پیشتر سازمان نجات کودکان هم گفته بود که رویدادهای تغییرات اقلیمی در افغانستان یک خطر جدی برای 70% کودکان این کشور به دلیل تخریب منابع درآمدی برای خانواده‌های آنان از جمله زمین‌های کشاورزی و دام‌های آنان خواهد بود. مقام‌های دولتی در ایالت آسام هند روز دوشنبه خانه‌های موقت حدود 400 خانواده مسلمان بنگالی الاصل در استان درنگ را با بولدوزر ویران کرد و موجب آوارگی خانواده‌های یاد شده گردید. قبلا نیز محل سکونت این افراد بالغ بر 1418 خانه در سپتامبر 2021 طی یک اقدام خشونت آمیز همراه با 3 مسجد توسط دولت تخریب شده بود. ساکنان تخمین زدند که طی این اقدام‌های خشونت‌آمیز دولت آسام بر علیه مسلمانان حدود 7,000 نفر بی‌خانمان شدند. اختارها برای ویرانی خانه‌ها روز شنبه تنها 2 روز پیش از اقدام خشونت‌آمیز مقام‌های دولتی آسام هند علیه مسلمانان صادر شد که منجر به آوارگی آنان گردید، در حالی که اکنون جایی برای رفتن ندارند.